ماینکرافت محبوب ترین بازی سندباکسه که اتفاقات عجیبی توش میفته. تا حدودی در مورد این اتفاقات عجیب تو دوتا ویدیو قبلی صحبت کردم که اگر ندیدینشون از دستشون ندید. البته بعد از دیدن یکی برید سراغشون. چون اینجا هم قراره در مورد اتفاقات جالبی صحبت کنیم. در مورد کارهای ممنوعه‌ای که نباید توی ماینکرافت انجام بدید. یه سری از این کارا ممکنه خیلی ساده باشن و کسایی که قبلا بازی کردن بدوننشون. اما خب تو 37 موردی که مد نظر ماست، قطعاً چیزایی هم پیدا میشه که بهشون توجه نکرده باشید. حتما ویدیو رو با دوستای ماینکرافت بازتون به اشتراک بذارید و منتظر ویدیوهای خفن دیگه‌ای که قرار منتشر شن باشید. اولی یه چیز کاملا ابتدایی که انتظار دارم بدونید، اینکه وقتی وارد غار میشید تا کلی چیز ارزشمند پیدا کنید، حواستون باشه ابزار درست همراهتون بردید. ایدئالش هم اینه که حتما از کلنگ آهنی یا بهتر استفاده کنید. حالا بقیه چیزا مهم نیست. درست کردن یه مزرعه گندم تو ماینکرافت میتونه خیلی زمان بر باشه. در نتیجه طبیعیه که بخواید درست حسابی ازش دفاع کنید. این وسط حواستون باشه که رو مزرعه‌تون بپر نکنید که جاش بدجور میمونه. در عوض از یه سلاح دوربرد استفاده کنید یا اصلا فرار کنید. ندر جاییه که باید همیشه حواستون به اطرافتون باشه. بعد آروم و حساب شده حرکت کنید و خب خوردن یه معجون سرعت توی ندر اصلاً ایده خوبی نیست. یعنی هر معجونی ممکنه به درد این شرایط بخوره ها الا معجون سرعت. برای مورد بعدی دوباره برمیگردیم به قارا. همیشه یادتون باشه که وقتی یه سری الماس دیدین دورشون رو بکنید و اطرافشون رو چک کنید. تو این یه مورد عجول بودن ممکنه ختم به اتفاقات خیلی بدی بشه. اگر اهل دور زدن قانونی دو میخواید تو اسکای بلاک چیت بزنید، خب هیچ وقت با اکانت اصلی ماینکرافتتون این کارو نکنید. در عوض نسخه‌های کرک شده‌ای هستن که حداقل ریسک چیت زدن توشون خیلی کمتره. صحبت از اسکای بلاک شده، اگر تجربهش کرده باشید میدونید که هر بلاک توش چقدر اهمیت داره. دقیقاً به همین خاطره که هیچ وقت نباید بلاک‌های چمنتون رو بندازید دور. همینطوریش از دست دادن یه دونه درت بده. دیگه چمن که بماند. بیایید به سناریویی فکر کنیم که خیلی گشنتون و خب لازمه که به فکر شکمتون باشید. اگر هر جور فارم یا مجموعی از حیوانات نزدیک خونتون دارید، نذارید خون جلوی چشماتون رو بگیره و یا همشون رو بکشید. اینطوری روزای قحطی و گشنگی فرا میرسن که خب اصلا جالب نیستن. حداقل دو تا حیوان رو نگه دارید تا بتونن دوباره زاد و ولد کنن. دانلود کردن هک برای هر بازی یه چیز عادی شده و خب ماینکرافت هم جزو این داستانه. خیلی از این هک‌ها برای دنیای خودتون اوکی‌ان و مشکلی نداره استفاده ازشون، اما تو سرور آنلاین ازشون استفاده نکنید که حتماً بن میشید. ساختن سازوکارهای مختلف با ردستون فوق‌العاده است و بعداً حتماً سراغ ویدیوهای آموزشیش میریم. اما بدترین سناریو اینه که یهو آب جاری شه و تمام زحمات شما رو بشوره ببره. ردستون هم مثل روغن و میونه خوبی با آب نداره، پس مراقبشون باشید. خب فرض کنیم میخواید برید دنبال یه لوکیشن جدید برای زندگی کردن بگردید. از اونجایی که باید به فکر شب باشید، درسته که با دست پر ماجراجوییتون رو شروع کنید، اما یادتون باشه که اگر تخت اصلیتون رو بردارید اسپان پوینتتون حذف میشه و اگر بمیرید جایی اسپان میشید که اون اول بازی رو تو شروع کرده بودین. در نتیجه این اشتباهو نکنید تا گم نشید یه وقت. تو ماینکرافت وقتی یه اسپانر میبینید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه ساختن یه فارم خفنه. اونقدر فارمای خفن وجود داره که میخوام کلی واسه شون ویدیو بسازم، پس حتما منتظرشون باشید. اما اگر اسپانر رو خراب کنید، تمام این رویاها نقش براب میشه. هاردکور سروایوول جایی که شما فقط یه بلیت برای زندگی کردن دارید و اگر از دستش بدین کارتون تمومه. طبیعیه که بخواید چارچشمی مراقب همه چیز باشید تا یه وقت الکی الکی بازیتون به فنا نره. این وسط افتادن یه ارتفاع بلند و مردن یه کابوس واقعی، پس دو برابر هر چیز دیگه مراقب این یکی باشید. یه زمانی تو ماینکرافت به جایی میرسید که کلی الماس دارید و حالا میتونید برای خودتون حسابی ریخت و پاش کنید، اما حواستون باشه که این وسط ساختن هر چیزی توجیه داره. تو ساختن یه هو یا در واقع بیلچه‌ای که ازش برای کشاورزی استفاده میشه، پس بهش فکرم نکنید حتی. بعضی وقتا غذا ندارید و گشنتون رو خب تو این شرایط راتن فلش یا گوشت زامبیا میتونه سیرتون کنه، اما اگر این کارو کردید اونقدر سر جاتون ثابت وایسید تا آیکون گرسنگی بالای صفحه حذف بشه. یادتون باشه راتن فلش خوردن و دویدن عملا دردی از گرسنگی شما دوا نمیکنه. وقتی یه خونه چوبی میسازید راههای مختلفی وجود داره که بخواید تزیینش کنید، مخصوصا داخلش رو، اما این وسط هیچ وقت سراغ شومینه نرید. پشمندش اتفاقات شومی براتون میفته که اصلا ارزشش رو نداره. بعد از چند ساعت ماینکرافت بازی کردن طبیعیه که اینونتوری شما پر بشه از اتوآشغالایی که انداختنشون تو آتیش شما رو راحت میکنه، اما این وسط حواستون به آیتمایی که دارید دور میندازید باشه، چون بعضی وقتا هزینه سنگینی پاشون میدید. بریم سراغ یکی از کلاسیک ترین اتفاقات تو ماینکرافت. بیاید به سناریویی فکر کنیم که توش آهناتون رو جمع میکنید و حالا میخواهید سریع از معدن خارج بشید، اما هیچ وقت برای این کار از عمودی بالا رفتن استفاده نکنید. اتفاقات بدی ممکنه بیفته.
اگر وسط بازی کردن کاری براتون پیش اومد یا مثلا مامانتون گفت برید دوتا بربری کنجدی پنج درشت بخرید، هیچ وقت بازی رو ول نکنید برید. AFK شدن برای یه سری فارما خب طبیعیه، اما بیدلیل AFK شدن خیلی خطرناکه و ممکنه عواقب بدی هم داشته باشه، مخصوصا اگر تو سرور مولتی پلیئر باشید. در نتیجه بازی رو ببندید یا دیسکانکت شید و بعد دوباره برگردید. بیاید یکم با حساب کتاب کار کنیم و ببینیم چه راهی بهتره. ببینید یه کنده درخت و چوب یا پلنکش به یه اندازه میسوزن و آیتم درست میکنن. اما اینم توجه داشته باشید که هر کنده بهتون 4 تا پلنک میده. اگرم بیاید یه کنده رو بسوزونید بهتون چارکول یا زغال سنگ میده که باش میشه 8 آیتم رو توی اجاق درست کرد. پس همیشه از سوزوندن کنده ها استفاده کنید. وقتی ماجراجوییتون تو ماینکرافت به آخرش نزدیکتر میشه، کم کم باید به فکر شکار اژدهای اندر باشید. برای این کارم بهتره که کلی چشم اندر همراهتون داشته باشید. اما یادتون باشه که الکی مصرفشون نکنید. ممکنه کلی طول بکشه تا چشم اندر از بین بره. پس طرفی هم ممکنه مسیر شما خیلی طولانی باشه. پس حسابی به فکر باشید و الکی هدرشون ندین. تو ویدیو قبلی هم گفتم که اگر یه اندرمن رو عصبانی کردید هیچ وقت سمت شلیک نکنید. حتی اگر رابین هود هم باشید باز قرار نیست تیر شما بهش بخوره، چون سریع فرار میکنه. پس مرد و مردونه باش بجنگید و شکستش بدید. وقتی تو صحرا زمان بگذرونید بالاخره به جایی میرسید که یه تمپل یا معبد پیدا میکنید. اما حواستون باشه وسط این معبد یه تله ناجور وجود داره که اگر حواستون بهش نباشه خودتون و معبد و همه چیز میرید رو هوا. وقتی دارید ندر کورس برای خودتون میکنید بهتره حواستون به اطرافم باشه. کافیه کلنگتون خیلی تصادفی به یه پیگمن بخوره. عملا دخلتون اومده و هرچی برای زحمت کشیدید به باد میره. کشوندن یک کریپر تو آب ایده خیلی خوبیه، چون وقتی بترکه دیگه اونقدر آسیب نمیبینید. اما به اینم توجه داشته باشید که فرار کردن از دست این مابا تو رودخونه یا دریاچه خیلی سخت تره. پس بهتره قید آب رو بزنید و بازم مرد و مردونه تو خشکی برید سراغشون. اینطوری فضای بیشتری هم برای فرار کردن دارید. وقتی دارید یه خونه میسازید برای خودتون بهتره حواستون باشه و یه وقت سوراخی چیزی که بشه ازش رد شد توش نذارید. شاید تو روز مشکلی پیش نیاد، اما شب آرومی رو اینطوری نمیگذرونید و اتفاقات بدی براتون میفته. تو ماینکرافت میتونید آیتماتون رو راحت به فنا بدین، اما ساختن مجنای ماندین یا سیک واقعا کار عجیبیه. عملا این مجنا به هیچ دردی نمیخورن و آیتمای ارزشمندی هم باید درشون استفاده کنید که خب به صرفه نیست اصلا. سگا تو ماینکرافت خیلی گوگولین و خب مشکل اینجاست که نمیشه اونطور که باید و شاید لپشون رو کشید. مخصوصا وقتی شمشیر دستتونه بهتر اصلا این قضیه رو تست نکنید. کلا با سگا شوخی نکنید و بذارید به حال خودشون باشن. وقتی تو قارید و دیگه مشعل ندارید شاید ایده خوبی باشه که افندکتون برای روشن کردن آتش استفاده کنید. اما درسته این شعله ها تو پایین رفتن کمکتون میکنن، اما موقع بالا اومدن دیگه خبری ازشون نیست. همون به فکر مشعل باشید فکر میکنم گزینه بهتری باشه. زیاد نمیخوام کارو با حساب کتاب پیش ببرم، اما درست کردن خوراک خرگوش واقعا ایده بدیه. درست گشنگی رو به مقدار زیادی رفع میکنه، اما اگر آیتمایی که باش این خوراک رو درست میکنید تکی بخورید گشنگیتون بیشتر پر میشه. از طرفی هم درست کردن خوراک قارچ ایده بهتری به نظر میرسه، چون ارزش غذایی بیشتری داره. AFK فیش فارم کلی آیتم بهتون میده و این وسط کتابای اینچنتمنت از همه ارزش بیشتری دارن. اما این وسط یادتون باشه اونایی که روشون تلسپ داره رو هیچ رقمه استفاده نکنید. مطمئن باشید به دردسری که بعداً براتون ایجاد میکنن نمیارزن. وقتی میخواید برید سراغ مزرعه مرغاتون تا یه دلی از عزا در بیارید بهتر از شمشیر استفاده نکنید و جاش برید سراغ تبر. تو نسخه جاوا با یه حرکت شمشیر اونا رو قتل عام میکنید و چندان کار عقلانی نیست این حرکت. بیاید به این سناریو فکر کنیم که دارید برای خودتون تو جنگل راه میرید و یهو یه تابلوی نقاشی پیدا میکنید. خب مشخصه که یه چیزی پشت این تابلو هست و یکی میخواد قایمش کنه. در نتیجه هیچ وقت تو سرورای مولتی پلیئر از تابلوها تو جاهای ضایع استفاده نکنید. اگر میخواید کلنگ الماستون رو بعد از کلی استفاده تعمیر کنید، اینکه یه کلنگ سالم براش استفاده کنید خیلی بهتر از اینه که الماسا رو مستقیم هزینه کنید. برای مثال دارید تو تصویر میبینید که میشه با یه الماس کمتر کلنگ آسیب دیده رو کامل تعمیر کرد. اینطوری حتی XP کمتری هم باید مصرف کنید و دو سر برد محسوب میشه. بیایید تصور کنیم خیلی خوش شانسید و یهو یه معبد وسط جنگل پیدا میکنید. وقتی وارد این معبدا شدید بهتره حواستون رو جمع کنید، چون تله های ناجوری توشون پیدا میشه. این وسط هیچ وقت با استفاده از دست تنابه رو قطع نکنید، چون بازم باعث میشه فعال شن. حالا یه تیر بهتون بخوره ایبی نداره ها، ولی اگر TNT بترکه که دیگه هیچی. میتونید از ابزار مختلفی برای خنثی کردن طلا استفاده کنید و خیلی شیک و مدرسه لوت رو بردارید و الفرار.
ممکن هم از خیلی خیلی خوششانس باشید و جزیره موشروم رو پیدا کنید، جایی که موبای خطرناک اسپان نمیشن و گاوای خاصش منبع فوق‌العاده‌ای برای غذا. اما حواستون باشه که هیچ وقت پشم این گاوا رو نچینید، اینطوری تبدیل میشن به یک گاو معمولی و قابلیت‌های خاصشون رو از دست میدن. این گاوا میتونن مستقیم جای شیر به شما خوراک بدن که یکی از بهترین منبع‌های غذایی ماینکرافت محسوب میشه. مداوا کردن یه زامبی پروسه پیچیده ای و باحالم هست که بخواید یک بار حداقل انجامش بدین. اگر تو شب این کارو انجام دادین، مراقب ویلیجر بدبختتون باشید، چون اگر گیر یه زامبی بیفته ممکنه دوباره برگرده به همون حالت قبلی. یه قانون تو ماینکرافت وجود داره که میگه هیچ وقت مستقیم به سمت پایین سوراخ نکنید. اگر میخواید این کارو انجام بدین، توی محیط 2-1 سوراخو بکنید یا حداقل آیتمای همراه داشته باشید که بتونن جونتون رو نجات بدن. خب اینم از 37 کار ممنوعه که نباید تو ماینکرافت انجام بدید. ویدیوهای قبلی ما هم ماینکرافت رو ببینید و منتظر ویدیوهای بیشتر هم باشید. سوشال های ویجیاتو شامل اینستاگرام، تلگرام و توییتر رو دنبال کنید و اگر دارید ویدیو رو از طریق یوتیوب تماشا میکنید، لایک و سابسکرایب همراه با یه کامنت رو فراموش نکنید تا یوتیوب فکر نکنه شما رباتید.